با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و پنجم از ماه سپتامبر. امروز روز تعطیل است در آمریکا، لیبر دی. لیبر یعنی کار، بله کار، و خلاصه کارگر. تعطیلات در کشور آمریکا و همه کشورهایی که آدم ها صاحبش هستن به مردم راجع است و به اون مردم و به اون کشور، به تاریخ اون مملکت، و کمتر کشوری است که تعطیلاتش مال جای دیگه باشه و اون مردم هیچ حساب نیان، مثل کشور خودمان. همه تعطیلات مال دزدان مدینه. بله امروز این یکی مرده، فردا اون یکی مرده، پس فردا شک میکنیم این مرده یا نمرده، پس در روز تعطیل، بعد اونی هم که در شک، در دو تاریخ ما شک داریم که آقا در دو تاریخ شک داریم، ما دوتاش تعطیل میکنیم، مثل لگد زدن عمر به شکم حضرت فاطمه سلام الله علیها، که اصلا چنین دروغی میسر نیست که علی نشسته اونجا، اون ذوالفقار دودم هم رو زانوش نشسته اونجا، بعد حضرت فاطمه میاد در باز کنه، عمر لگد میزنه به در، در چوب گردوی درجه یک نقاشی شده، مینیاتور شده، نمیدونم حکاکی شده، میشکنه و در میخوره. اینقدر چوب در همه مدینه عربستان سعودی امروز هم پیدا نمیشه، تا چه رسه به در. کدوم در؟ اینا آقا جان، اینا اوناش که باقی مونده، یه شکاف، یه چادر بهش آویزون میکردن میزدن کنار، اینا بزن. کدوم در؟ کدوم نجار که در بشکنه، در بخوره به حضرت فاطمه؟ این دروغه، فقط دروغ آخوند شیعه است. عرض کردم اینا خونه کعبه هم که میخواستن تعمیر بکنن چوب نداشتن، مونده بودن. چندین سال گذشت تا گفتن آقا یه کشتی خورده به این دریای سرخ اینجا به ساحل، رفتن چوباشو آوردن، یه نجاری هم از یه جا آوردن، این مکعب رو درستش کرد. باری 15 روز اینجا تعطیل می‌کنی، 15 روز تو تعطیل. امروز ابوالفضل عباس رو کشتن تعطیل، فردا علی رو کشتن تعطیل، 12 امام داریم، 14 معصوم داریم، حوادث داریم، وقایع داریم. خدا رو شکر که این 4 تا بشکنف هنوز هست که ما بخوریم و ادعا کنیم. بله یک مش آخوند رزل عقب مونده، شما فکرش بکنید، شما بیاید کشوری رو از موسیقی محروم بکنید. این آقایی که در خراسان شاهنشاه هست، امام جمعه هست، اسم لعنتیش هم نمیبرم من، گفته موسیقی در خراسان، موسیقی ابدا تا روزگاری که من اینجا هستم. حضرت خوابیده اینجا، حضرت بله، حالا خود حضرت میره بینش از خدمت مأمون، اونجا ارکسترهای موسیقی بودن در خدمت مأمون. مأمون از دوستداران موسیقی، یکی از بزرگترین آدمهایی که ظهور کرده در جهان عرب مأمون بوده و پدرش هارون. بله عرض می شود که باری تمام تعطیلات ما مربوط هست به اونجا. نصف سال مملکت تعطیل، یک نوروز هست، اینم هر روز یک حرفی میزنن، یک چیزی که بلکه اینا براندازن. شنیدم سرستون تخت جمشید رو بردن گذاشتن در این مسجدی، این جماعت که میخوان برن به مسجد پاشونو میذارن اونجا، کفشاشونو چیز میکنن و بعد که میخوان برگردن پاش میذارن کفشاشونو میپوشن، سرستون تخت جمشید. باری امروز روز لیبر هست، لیبر دی. دین هم در آمریکا مهم هست، کار خودش میکنه. آخوند و ملا سرش بیاره بیرون بخواد اظهار نظری بکنه، در کار سیاست وارد کنه، با چماق میکوبن در پیشانیش، عقب گرد میکنه، میره در همون کلیسا مینشینه و حرف زیاد در از دهنش نمیزنه. امروز روز بهش میگن لیبر دی. لیبر یعنی عرض کردم یعنی کار. باری تعطیله بود، تلویزیون پارس هم کسی نیست اینجا جز من و سپهر، و خدمتون هستیم ببینیم چه میکنیم. یک داستان از بوستان سعدی میخوانم، بسیار بسیار نکته ها در این داستان هست و
توجه بفرمایید لطفاً. قبل از اینکه وارد قضیه بشم، ما عرض شود که روز 25 سپتامبر که هم 25 هست، روز یک شنبه در 2575 مک کیپ وی هستیم در ایروان کالیفرنیا 92614. تلفن اطلاعات، تلفن دوست عزیز و ارجمند و بزرگوار آقای آل احمد هستن. داستان است این چه میگه؟ بله بله، تلفن اطلاعات 949-551-9272. تلفن دوست گرامی و بزرگوار آقای محمد آل احمد هستن. عجب گرفتاری شدیم آقای، چه داستانی است. اسم آقای آل احمد که میبرم تلفن زنگ میزنم. بله آقای آل احمد هستن، 949-551-9272. من از این دوست بزرگوار محترم بسیار بسیار سپاسگزار هستم. دوستان دیگر هم البته یاری میکنند به ایشان و این جلسات برگزار میشه و فکر میکنم به حدود جلسه 20 رسیده، حالا من یادم نیست 19 هم هست یا 20 هست، اینها در باب تأثیر شاهنامه فردوسی بر زبان و فرهنگ ایران زمین اونجا صحبت میکنیم و خیلی مطالب دیگر روز یک شنبه 25 سپتامبر. در باب تاریخی که آقای حسین وصال دوست فاضل ما نوشتن که در باب تاریخ قاجار هست تا میرسیم به عصر حاضر، بسیار تاریخ سجلی جذاب و جالبی است و با تحقیق توأم هست. این رو من خدمتتون گفتم و تلفنی که دادم تلفن منزلشون بود. آقای وصال مسافرت بودن، تعدادی از شما هموطنان نازنین زنگ زدید و نبودن ایشون، بعد به ما زنگ زدید. من تلفن دیگر میدم خدمتتون برای سفارش کتاب سجلدی آقای وصال دوست ارجمند در باب تاریخ جدید ایران که قاجارها شروع میشود تا به عصر حاضر میرسد. به این تلفن توجه بفرمایید، 714-525-4616، 714-525-4616. عرض میکنم خود مخلص این سجل کتاب رو در منزل دارم، گاهی به اینها رجوع میکنم. بله این هم مطلب دیگر. خب برویم سراغ داستان سعدی حکایت 15 و ببینیم چه فرمود این حکیم. بله یه بابایی هم هست این در فرانسه، در اروپا اونجا نشسته و تاریخ عوض میکنه. بله تاریخ عوض میکنه، آسیب شناسی می نویسه بعضی وقات. به مرز اینم که دروغا و دقلها و عرض میکنم که اعمال و رفتارش رو دوستان ما تحقیق میکنن نشان میدن، فرار و بقرار ترجیح میده، یه مدتی در تاریکی بعد دوباره سر کلش پیدا میشه. خب اینم روزگار ماست دیگه، چه میشه کرد. برم این سراغ شیخ اجل سعدی. شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. غور بخشی شمال افغانستان رو غور میگفتن. بسیار آدم های دلیر از اونجا آمدن که پادشاهی گرفتن. حکومت غوریان مشهور هست و سعدی میگوید یکی از این پادشاهان غور خرای مردم رو به زور میگرفت. شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. خران زیر بار گران بی علف، به روزی دو مسکین شدندی تلف. خرا رو بیگاری میکشید،
برای کارهای خودش داشت. نه علفی میداد، نه آبی به این خرای بیچاره میداد. یه روزی چند تاش هم میمردن این خرای بیچاره. یکی از شخصیت‌های مهم و بزرگ تاریخ ما که به رقت قلب و دقت نظر بی‌نظیر هست، شیخ اجل سعدی است. بسیار دقیق بوده و بسیار حساس بوده نسبت به مسائلی که در اطرافش می‌گذشته یا در تاریخ می‌گذشته، نسبت به حیوانات، نسبت به آدم‌ها. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسپند از وی بنالید، که گر از چنگ گرگم در ربودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یا یکی در بیابان سگی تشنه یافت، کم پیدا میشه که شاعر بزرگ، شعرهای بزرگ به این قضایا تا این حد توجه کنند. اینجا میگوید که شنیدم که از پادشاهان غور، یکی پادشاه خر گرفتی به زور، خران زیر بار گران بی علف، به روزی دو مسکین شدندی تلف. چون منعم کند سفله را روزگار، نهد بر دل تنگ درویش بار. یعنی آدم بی پدر و مادر فرومایه، وقتی که این منعم شد، به نعمت رسید، مثل آخوندهای امروز چیکار میکند؟ تو سر فقرا میزنه. اینجا درویش به معنی بیچاره است. بله، بعد بیت بعدی بسیار بسیار نیرومندتر هست از نظر معنی. چو بام بلندش بود خودپرست، چو بام بلندش بود خودپرست، کند بول و خاشاک بر بام پست. یعنی آدم فرومایه به معنی که دیوارش بلندتر شد، منزلگاهش بلندتر شد، بام بلندتری داشت، از اون بالا بول میکنه رو سر آدمایی که خداشون کوچکتر هستن، کوتاه‌تر هستن، خاشاک می‌ریزه، بولم می‌کنه. مثلا این آدمایی که امروز به چیزی رسیدن، دزدان سابق، چاقوکشان محترم، جبران، اجامر بزرگوار، چاقوکشان عزیز، دزدان محترم، اینا همه‌شون صاحب مشاغلن امروز در ایران. بله، آدم پست و رزل تو سیلی به صورت پیرزن میزنه. این آقای پور محمدی رزل و پست و جنایتکار که این بایستی به ده ها بار اعدام محکوم بشود، میگوید من خرسندم و مفتخرم که امر خدا را انجام دادم. در اون جنایت هولناکی که خمینی کرد و فرستاد این 3-4 نفر رو، اشراقی و عرض میکنم که همین آقا و اون دوتای دیگر، بروید در زندان‌ها بپرسید آقا بر سر موضع هستید یا نه، هر که سر موضع اعدام کنید. سر صدا منتظری در اومده که شنیدید داستان این جنایت رو چه کسانی میخوان. آقا وزیر دادگستری شده، آقای پور محمدی وزیر دادگستری، وزیر دادگستری، چه دادی میگستراند این حکومت آخوندی دیگه. بله، اینا رو دارن 37-8 سال، دارنم 40 چند سالیست، از سال 57 دارن بول و خاشاک میریزن سر آدم های محترم و نجیب ایران، همون گونه که سعدی میفرماید. شنیدم که باری به عزم شکار، ورون رفت بیدادگر شهریار، تکاور به دنبال سیدی بران، شبش در گرفت از حشم باز ماند. یه روز همین آقا پادشاه غوری رفت شکار، تکاور اسب تندرو رو تاخت کرد و از حشم، یعنی از اعوان انصارش دور شد، شبم گرفت،
به تنها ندانست روی و رهی بینداخ ناکام شب بینداخ ناکام شب در دهی یکی پیرمرد اندر آن ده مقیم ز پیران مردم شناس قدیم پسر را همی گفت که شاه بر خرت را مبر بام دادن به شهر که این ناجوان مرد برگشته بخت که تابوت بینمش بر جای تخت کمر بسته دارد به فرمان دیو به گردون بر از دست جورش غریو در این کشور آسایش و خرمی ندید و نبیند به چشم آدمی. به پسرش میگو پسر فردا این الاغ تو سوار نشو برو شهر، چون یه آدم ظالم ستمگری هست نفری میکند پیرمرد اینجا، اونجا خرتو میگیره. مگر که این سیه نامه بی صفا به دوزخ برد لعنت اندر قفا. پسر گفت راه دراز است و سخت، پیاده نیارم شده نیک بخت. گفت بابا راه بلند و درازه، من پیاده چطوری برم؟ چیکار کنم؟ باید سوار این خر بشم. طریقی بیندیش و رایی بزن که رای تو روشنتر از رای من. به باباش گفت یه فکری بکن، فکر تو بهتر کار میکنه، روشنتر فکره. پدر گفت اگر پند من بشنوی یکی سنگ برداشت باید قوی زدن بر خر نامور چند بار سر و دست و پهلوش کردن فکار. گفت راهش اینه که سنگ برداری بزنی خر رو زخمیش کنی، دست و پاشو چیز کنی. یه خر زخمی و دست پاش شکسته اینا به دردش نمیخوره، این تنها راهشه. فگار یعنی زخم. امروز در پارسی دری افغانستان میگوید افگار شد، دستم افگار شد یعنی زخم شد. سعدی هم همونه به کار برده. مگر کن فرومایه زشت کیش به کارش نیاید خر پشت ریش چو خضر پیامبر که کشتی شکست و از او دست جبار ظالم ببست. به سالی که در بعد کشتی گرفت بسی سالها نام زشتی گرفت تفو بر چنان ملک و دولت که ران که شنعت بر او تا قیامت بمان. پسر چون شنید این حدیث از پدر سر از خط فرمان نبردش پدر فرو کوفت بیچاره خر را به سنگ. خر از دست عاجز شد از پای لنگ. پدر گفت اکنون سر خیش گیر هر آن ره که می بایدت پیش گیر. گفت خیال آن راحت شد، خیال راحت باشید دیگه، به درد این پادشاه این خر نمیخوره، برو. خب پسر در پی کاروان افتاد ز دشنام چندان که دانست افتاد ز دشنام چندان که دانست داد و از اون سو پدر رو در آستان که یارب به سجاده راستان که چندان امانم ده از روزگار که از این نحس ظالم براید دمار. اگر من نبینم مرو را هلاک شب گور چشمم نخسبد به خاک. خب حالا اینجا دیگه میرود به اونجا میرسد که این پادشاه میاد و مهمان این پیر میشه. بله حالا من میخونم خدمتتون. بله میگوید همه شب به بیداری اختر شمرد، یعنی شاه رفته بود منزل این پیرمرد ستاره میشمرد. ز سودا و اندیشه خوابش نبرد چه آواز مرغ سحر گوش کرد پریشانی شب فراموش کرد. سواران همه شب همی تاختن، یعنی نوکراش، سرگه پی اسب بشناختن بران عرصه بر اسب دیدن بران عرصه بر اسب دیدن و شاه پیاده دویدن یک سر سپاه به خدمت نهادن سر بر زمین چو دریا شد از موج لشکر زمین. خلاصه رفت پیشه اونجا رفتن و گفتن آقا دیشب
کسی پذیرایید کرد، جوجه کباب خوردی، اینا شاه جواب میده. میگوید که یکی گفتش از دوستان قدیم که شب حاجبش بود و روزش ندیم. یکی از خیلی نزدیکانش مثل اون آقای محمدی و آقای خامنه ای، رعیت چه نزلت نهادن دوش که ما را نه چشم آرمید و نه گوش. نزل یعنی پذیرایی مهمان، مهمان پذیرایی کردن. اینا شنشه نه آرست کردن حدیث که بروی چه آمد ز خبث خبیث. همه آهسته سر برد پیش سرش، فرو گفت پنهان به گوشندرش که کسم پای مرغی نیاورد پیش، ولی دستخر رفت زندازه بیش. گفت پای مرغ ما ندادیم، دستخر زیادی شنیدیم. بمانه تا آخر، یه خیلی داستان شیرین و جذابیست. باری عرض میکنم خدمت شما که در هفته گذشته تعدادی از دانشمندان بزرگ قرن بیستم رو خدمتون داشتم معرفی میکردم. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم. سپر جان ببین دست شما میرسد به یک ویولونی از حیب‌الله خان بدیع، پرویز یا حقی، یک کسی از این بزرگان یا به انتخاب خودتون یک موسیقی انتخاب کنید تا برگردید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب دانشمندان قرن بیستم صحبت. پیش از این خدمت شما عرض کردم که وقتی نیوتن پیدا شد و همه جهان هستی رو در حرکت و سکون توضیح داد فرمولاش، گفتن فیزیک درش بسته شد. و این مقاله‌ای که منتشر کرد، پرینکیپیا ماتماتیکا، این مهمترین مقاله علمی تاریخ است که منتشر شده. جهان دگرگون شد، در واقع انقلاب صنعتی و اینا همه بر اساس چگونه عرض کنم کاربرد این قوانین نیوتن. امروز هم هر کار بخوایم بکنیم قوانین نیوتن اونجا کار میکند، جز اینکه سرعت ها خیلی 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 زیاد باشه که و یا اینکه در دنیای فوق میکروسکوپی ما بخوایم کار انجام بدیم که کوانتوم فیزیکس هست. اما جهان ملموس و مادی که میبینیم از طرح یک موتور موتورسیکلت تا طرح یک جت، اینها برخواستن یک موشک از پایه، اینا همه برمیگردد به اون چند فرمول آقای اسحاق نیوتن که علل اطلاق بزرگترین دانشمند تاریخ است. علل اطلاق نیوتن بزرگترین دانشمند تاریخ است. یه امامزاده داوود هم نرفته بود این نیوتن، این حرامزاده کافر. بله، اینها یک اندکی با ملا محمد باقر مجلسی یک کمی اختلاف داشتن در نظر تاریخی، ولی اختلافشون زیاد نبود. یعنی درست رنسانس ما قبل از قرون وسطایی ماست، در واقع احوال قرون وسطایی ما در 1000 سال پیش بیرونی بوده است. ابن سینا در روزگاری که اروپا نیوتن تولید میکرد، ما باقر مجلسی. بله، و امثال این عرض میکنم که آدم ها و اون حرف هاشون و اون ذهنیت هاشون و اینها. باری عرض میکردم که قرن بیستم اوضاع دگرگون شد. یکی از بزرگترین فیزیکدان های آلمان اومد یک سخنرانی کرد، گفت اون چه علم فیزیک خوانده می شود بسته شده، همه چیز گفته شد، چیزی نمانده و اینها. تا اینکه دو تئوری علمی مهم، هر دو هم از آلمان بودن، هر دو از آلمان، یکی نسبیت بود که در دو قسمت بود، یکی سال 1906
و بعد دوباره آقای آلبرت اینشتین کار کرد به بخش دوم تئوریش تا سال 1916 و تئوری نسبیت آقای آلبرت اینشتین جهان رو به وجه دیگری دید، جهان رو به وجه دیگری دید و در واقع با کشف موضوع کوانتوم، کوانتا و کوانتوم جهان دیگری باز گشوده شد. ده ها جایزه نوبل پس از آن به خاطر کشفیاتی که در ارتباط با این تئوری به خصوص کوانتوم بود اینها دادن به دانشمندا و هنوز ادامه دارد. در واقع همه این تشکیلات مدرن رب پیدا میکند به کوانتوم. این ستلایتی که میفرستد چیز به زمین، اطلاعات میفرستد، اگر که ما بی اطلاع بودیم از قوانین آقای آلبرت اینشتین جا به جا می شد یعنی محل اصلی شما نمیتونستی معلوم کنیم. و اینکه زمان یکی نیست، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این رو در واقع نیوتن اطلاع نداشت. گمان میکرد که زمانی که بر ما میگذرد بر اهالی کره ماه اگر بودن میگذرد و بر مریخ هم همون زمان است. اما نه، آقای اینشتین اومد و ثابت کرد که هر متحرکی دارای زمان خودش هست، هرچه سرعت بیشتر زمان کوتاه‌تر. و از مطالب خیلی خیلی مهم که در بخش نخستین نسبیت آورد که Special Theory of Relativity هست و بخش دومش General بله ممنونم مرسی هست عرض می شود که مطرح کرده بود که ماده و انرژی یک چیزن که به هم تبدیل می شود و مقدار انرژی برابر است با جرم ضرب در سرعت نور به قوه دو. همه متحیر مونده بودن که آقا این چه چیزیست. هر دانشجوی فیزیک میتوانست حساب کند که آقا این چیزی که این آقا گفته هولناکه، اصلا وحشتناکه، هم چیزی میسر نیست. سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه به قوه دو ضرب در اون جرم میزان انرژی است که از اون میزان ماده تولید میشود. با این حساب فکر میتوانست حساب کند که فرض کنید اگر ما چند گرم اندک فرض کنید ماده، حالا اینشتین نگفت چه ماده‌ای، بگذاریم زیر یک کامیونی و منفجر کنیم، اگر فرض کنیم که جمیع این نیرو از تحت به فوق باشه، از پایین به بالا، این چند گرم میتواند این کامیون رو چندین کیلومتر ببره به آسمان. یه عده خندیدن، یه عده مسخره کردن، 100 تا فیزیکدان علیهش نوشتن که این چه دروغیست، این چه چیزیست. گفتن این چون یهودیست میخواد ما رو گمراه کنه، این فیزیک فیزیک آلمانی نیست، این فیزیک یهودیست. این هم حماقت بعضی آدم ها. باری هفته قبل این ها ما یه اشارتی کردیم، عرض میکنم که آقای مکس پلانک نشون داریم، یک بار دیگه نشون بدین مرد بزرگ رو. آقای پلانک یکی از مشکلات لاینحل فیزیک رو حل کرد و اون موضوع بلک بادی ریدییشن بود و نمیدانستن که چرا بدین گونه عمل میکند و رهاش کرده بودن. آقای پلانک آمد و ثابت کرد که انرژی نه به صورت پیوسته بلکه به صورت تکه تکه، به صورت کوانتا بسته، مثل بسته بندی شده میاد. و این یک کشف بسیار بسیار بزرگی بوده است و علم کوانتوم فیزیکس از اونجا آمد. و از ماری کوری صحبت کردیم دفعه پیش. بله، ماری کوری یک دانشمند بسیار بسیار بزرگ و آقای آلبرت اینشتین در حق او بسیار سخنهای شگفت‌انگیز گفته است. از عظمت فکری ماری کوری که از لهستان آمد و در پاریس با پیر
ازدواج کرد و در دانشگاه سوربن اینا کار میکردن. خیلی خیلی تجهیزاتی که در اختیار داشتن ناچیز بود. بنده ترجمه کردم یکی از یادداشت‌های ماری کوری رو که میگوید چقدر فقیرانه بود اون آزمایشگاهی که ما داشتیم. و کوری شروع کرد به تحقیق بر روی ماده اورانیوم و اورانیوم کشف شده بود توسط مارتین کلاپورت و رادیوم رو کشف کرد. پولونیوم در واقع یک ماده رادیواکتیو است که در سنگ معدن اورانیوم پیدا میشه و نامش رو پولونیوم گذاشتن به لحاظ اینکه خانم کوری اهل پولند بود، پولیش بود، یعنی لهستانی بود. و همینطور این تحقیقات بر روی قضیه اتم و ساختار اتم و ساختمان اتم که این چگونه است و اینها ادامه می‌یافت. این تحقیقات بین سالهای 1900 تا 1930 34-5 در واقع تکمیل شد. بله. و ما بعد از کوری که نخستین کسی است، نخستین زنی است که به سوربن رفته، عرض کردم نخستین زنی است که دکترا گرفته و نخستین زنی است که نخستین دانشمندی است که دو نوبل گرفته و تنها کسی است که دخترش هم نوبل گرفته، اینها و این تئوری قرآن کریم که زن عقلش کمه اینجا به دور افتاده شد. در مسیحیت هم همینطور بود، زن عقلش کمه و همه گناهان ما که در این خاکدان گیتی دچار این تبعید هستیم در گردن زنه و از این جور مزخرفات و لاتائلات که هنوز آخوندان بهش معتقد هستن، اینها معلوم شد باطل است. زنان رو فرصت در دست نبوده است به لحاظ همین پدرسالاری جامعه و زور و بازوی مردان محترم که زنان را در واقع از همه حقوق اجتماعی محروم کرده بودن. تحصیلات هم یکیش بود. ولی کوری خیلی مهم هست. یک سفری هم به آمریکا آمد. زنان آمریکا $100,000 در اون زمان خیلی بوده جمع‌آوری کردن، یک گرم رادیوم خریدن در یک قوطی، پرزیدنت آمریکا تقدیم کرد به ماری کوری. در اون زمان نمی‌دانستند که این تشعشعات رادیواکتیو ایجاد سرطان می‌کند. بنابراین بسیاری از دانشمندان که با این ماده سر و کار داشتن به سرطان دچار شدند، من جمله ماری کوری. یکی دیگر بزرگترین دانشمندان اون عصر که در واقع کشف ساختمان اتم بسیار بسیار مهم بوده آقای راترفورد هست. بله، ساینتیست پار اکسلنس. عرض شد که راترفورد اهل نیوزیلند بود و هسته اتم رو او کشف کرد، پروتون رو کشف کرد، نیوترون رو هم پیشبینی کرد. اما متاسفانه راترفورد بزرگ که بهش نیوتون فیزیک اتمی میگویند مشغول رفته بود به درخت و داشت این شاخهای اضافی درختی در منزلش رو اره میکرد، از درخت به زمین فرو افتاد و بعد بردنش بیمارستان، دچار کامپلیکیشن شد و راترفورد از جهان رفت و این کشف مهم نیوترون ماند آقای چدویک. آقای چدویک انگلیسی نیوترون رو هم اون کشف کرد، پروتون رو آقای راترفورد. پس فهمیدن که ماده در جهان هر اتمی دارای یک هسته هست که همه جرمش در اونجا متمرکز است. یکیش دارای بار الکتریکی عرض میکنم مثبت هست که پروتونه، یکیش هم هیچ بار الکتریکی نداره. چدویک رو نشون بدید قربونتون برم. بله، کاشف
نیوترون بنویسین میاد. بله بعد مقدار بله همون نفر سوم هست از دست راست نخه آه 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 دست راست ها یه ذره بیان دست آه آه این آقای چدبیکی بله 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 انگلیسی بود و از جمله اتفاقاتی که در بله پروفسور چدبیک کاشف نیوترون هست که البته راترفورد پیش بینی کرده بود و یه یادداشتی هست از ایشون باقی مونده میگوید از زمانی که ما فهمیدیم که در اتم میزان انرژی هست که ممکن است کار ارتشی باش بشه من چندین سال خوابم نبرد از این وحشت این که آدم های ناباب دست بیابند به نیروی اتمی. پروفسور چدویک بله. بنابراین با وجود راترفورد و چدویک هسته اتم کش شد. یک دانشمند انگلیسی هم کشف کرده بود الکترون رو کشف کرده بود میزان الکتریسیتش هم حساب کردن که بله میزان منفی الکتریسیته الکترون برابر است با میزان در واقع الکتریسیته مثبتی که در پروتون هست پروتون و دنیای جدیدی برای انسان بود شگفت انگیز. بله از اون سو موضوع کوانتوم و اینها هم شبت که دانشمندان یکی پس از دیگری آمدن یکی از نوادر و نوابق اون روزگار آقای ورنر هایزنبرگ بله مخترع اصل عدم قطعیت در حالی که 23 سال بیشتر نداشت و نازی ها هم به سر کار آمده بودن هایزنبرگ آمد و این مطلب رو به میان انداخت چون محاسبات درست در نمی آمد و هایزنبرگ این موضوع رو به میان آورد که در یک متحرک ما هرچه بخوایم دقت کنیم در یافتن محلش سرعتش از دست میدیم و برعکس یکی از مخالفان بسیار 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 بزرگ داستان کوانتوم خود آقای آلبرت اینشتین بود که خدمات بزرگی خود او به علم کوانتوم کرده بود اما میگفت به ما مربوط نیست آقا طبیعت کار خودشو میکنه حالا ما بتوانیم محاسبه کنیم یا نتوانیم محاسبه کنیم این دیگه تقصیر ما نیست این طبیعت مستقل از اندیشه ما کار خودشو میکنه بنابراین در هر لحظه هم سرعتش معلومه هم مکانش معلومه اما بنابر تعریفی که همه دانشمندان جهان قبول کرده بودند چیزی که ما نتوانیم در بابش تحقیق کنیم علم محسوب نیست ما در باب اجنه و غول بیابانی و جبرئیل و میکائیل نمیتونیم تحقیق کنیم بنابراین از علم بیرونه اینا رو اصلا نمیشود به عنوان یک چیز امر حقیقی به حساب آورد اینا مش مقالطات زبانی است جبرئیل جبرئیل یعنی چه اسرائیل اینا اون چه ما نتوانیم در بابش حساب کنیم یعنی تحت قواعدی روش کار بکنیم این در دایره علم نیست میره بیرون از دایره علم بله آقای بله بعد که هایزنبرگ پیدا شد هر میشود که یک در دیگری باز او گشود بر علم و در کوپنهاگ جمع شدن حالا شاید در بریک بعدی عکس نشست کوپنهاگن که همه این بزرگان اونجا بودن و بحث ها کردن و اینها به شما نشان خواهیم داد باری یک قولی دیگری هم داریم در زمینه علم آقای نیل بور هم نشون بدین لطفا اینا یکی از اینها امامزاده داوود نرفته بود سراغ ندارم هیچ کدوم از اینها بله همون بور بود بله این جوانی بور هست بله نیل بور به طور کل ساختمان اتم رو کامل کرد یعنی ما اگه کتاب فیزیک یا شیمی باز کنیم
به محض که اینو باز میکنیم ما میبینیم که الکترون ها در سطوح مختلف از انرژی بر اطراف هسته اتم در حال چرخش هستن. اینها یادگار این مرد بزرگ هست. یک کتابی هم در باب فلزات و ساختار اتمی اونها نوشته که هنوز مورد استفاده است. نیربور یک دانشمندی در ردیف اینشتین بود و بسیار جدل کرد با او در باب حقانیت کوانتوم و آقای اینشتین هم نمیپذیرفت و متاسفانه عمر آلبرت اینشتین به بتالت گذشت. بعد از سن 24-5 سالگی دیگه تولید علمی نداشت، همه این کارها رو در زیر 30 سال کرده بود. بقیهش دیگه تمام تلاشش این بود که بگوید این درست نیست. حالا البته یک فایده هم داشت، وقتی که اون نتوانه ثابت کند که این درست نیست، یک کسی دیگر هم نمیتوانه. نیل بور عرض میکنم که تئوری های خیلی جالبی داشت. و ما یک شخصیتی دیگر داریم به نام، اینا آدم های کلیدی هستن ها، اینا کسانی هستن که واقعا جهان رو دگرگون کردن، آقای دکتر هان. دکتر هان هم لطفا نشون بدید. بله دکتر هان، بله خودش. دکتر هان رادیو کمیست بود، این مرد بزرگ هوشمند آلمانی و به انگلیس هم رفته بود، با راترفورد کار کرده بود و کشفیات مهمی کرده بود، برگشت و در مؤسسه قیصر ویلهلم مشغول تحقیق بود. بعد از اینکه سر و صدا اورانیوم چی شد و موضوع اتم مطرح شد، این حرفا، یک دستیاری داشت به نام استرسمن و یه خانم دیگه باش میکرد که اون یهودی بود به نام لیز مایتنر فیزیکدان بود. آقای دکتر هان رادیو کمیست بود. بعد که شروع کردن به فاشیستا، بله لیز مایتنر هم اگه پیدا کنین، بله خودش، میزنه بزرگ، در همون مؤسسه کار میکرد با آقای هان، ولی رفت به طرف سوئد و اونجا از ترس نازی ها. آقای هان داشت کار میکرد، داشت بمبارون میکرد، بمباران هسته اورانیوم، بمباران در واقع فلز اورانیوم، دید شکست و تبدیل شد به مواد سبکتر و مقدار انرژی تولید شد. خیلی حیرت کرد و تعجب کرد با استرسمن. و این خانم لیز مایتنر هست و هان میگوید که ما نباید بگذاریم که نازی ها آگاه بشوند از این سر. این خیلی اتفاق مهمی سلان افتاد، اما من نمیتوانم اون رو توضیح بدم که چگونه این اتفاق افتاد. نامه نوشت به خانم مایتنر، گفت من رادیو کمیست هستم، شما فیزیکدان هستید، به من بگویید چی شد که این شکست چی شد. و آقای نیل بور هم در هممون محدوده بود. این عمه یکی از دانشمندان خیلی معروف دیگر هم هست که فرار کرده بود و با ایشون میزیست. هر دو نفر نظر دادن که در واقع نظریه آقای نیل بور بر قطره ای بودن هسته اتم، این درسته. درست مثل که ما قطره آب بچکنیم روی میز و دیدیم که باریک میشه وقتی میخواد شکسته بشه، خیلی یه جایش باریک میشه و دو تا قطره آب میشه. این نظریه بردن اونجا، گفت بله همین رو من تایید میکنم. و بعد آقای بور آمد به آمریکا، در بین راه صحبت کرد، با همراهی داشت و سخن در دهن عام افتاد. همه دنیا خبر شدن که اتفاقی افتاده است و اتم شکسته. اجازه بدید که من خواهش کنم سپر یک موسیقی پخش کند. موسیقی قبلی صدای دوست گرامی آقای حسن ستار بود. یک موسیقی دیگری هم پخش بکنید تا برگردیم حضور شما و چند دانشمند دیگر را هم معرفی بکنیم خدمتتون. بله اینا هیچ کدام امامزاده داوود نرفته بودن، یک رکعت هم نماز نخونده بودن، هیچ کدامش. با درود دیگر هموطنان گرامی عرض می کنم که
صحبت میکردیم در باب پیشرفت علم در قرن بیستم، و بعد ضمن این که آدم مرور میکنه بر این داستان‌ها و این پیشرفت‌های علمی و اینا، بعد نگاه میکنه ببینین در جهان اسلام چه گذشته، 1400 سال چی بوده جز مفتخوری و مزخرف گفتن و فقر و بیچارگی و دیکتاتوری و خرافات و ادعای زیاد. آقا همه کشفیات عالم در قرآن هست. اون عربستان سعودی هم رفته جای مش دانشمند جمع کرده آورده گفته ما پول به شما میدیم، شما بگید که همه کشفیات در قرآن هست. اینا هم خندیدن گفتن آقا دست برده نه این داستان ها، ما هرگز همچین کاری نمی کنیم و اینا. همه کشفیات در قرآن. بله یک دوره کوتاهی به خاطر اینکه عرض کنم یه دوتا خلیفه اومدن که اینها دشمنی با علم و اینا نداشتن، مثل هارون و مأمون و اینها، یه ترجمه کردن از کارهای یونانی ها، یک پیشرفتی شد و آدم های بزرگی آمدن. یک موره خیلی کوتاه وقتی هم دست دینی ها افتاد تعطیل شد در علم. ما از قرن سوم و چهارم که گذشتیم دیگه تمام شد، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه جز خرافات و ادعای زیادی و بدبختی و توسری خوردن از انگلیس و سایر قدرت های بزرگ اینا هیچی نده، هیچ خدمت بشریت هیچی. اما در واقع ارتجاع و توهین به کل بشریت و خار کردن 50% از جامعه بشری که زنان باشند در طول این تاریخ اسلام، ما چیز دیگری ما ندیدیم از این داستان. باری برگردیم سر دکتر هان. آقای هان نامه نوشت به لیز مایتنر، مایتنر هم با بر در میان گذاشت و داستان برملا شد، و این دانشمندانی که بزرگترین دانشمندان فیزیک بودن در اون روزگار اغلب در آلمان بودن و هیچ کس علمش تکمیل نمیشد مگر اینکه برود به آلمان و در مؤسسات علمی آلمان دوره ببیند، کما اینکه رابرت اوپنهایمر که اصطلاحاً پدر بمب اتمی است به پدرش گفت من بایستی بروم آلمان و رفت در اونجا تحصیل کرد و 16 مقاله مهم نوشت. یکی از اینها پیشبینی حفره های آسمانی سماوی یا بلک هولز هست و بعد آمد اینجا و حالا بگذاریم داستانشون خیلی درازه. اینها بسیاری گریختن از دست فاشیست های نازی، آمدن اینجا و با توجه به اینکه این داستان هم اتفاق افتاده بود و در مؤسسه قیصر ویلهلم آقای دکتر هان اتم رو شکسته بود، این دانشمندان خیلی نگران بودن. یکی از اینها که انسان بسیار بزرگی بود آقای لیو زیلارد. آقای زیلارد هم میتونیم نشون بدیم این جبین این مرد بزرگ رو هم ببینیم، عالم بزرگ زیلارد و انریکو فرمی و عرض می کنم که دو سه تن دیگه بودن. این آقای لیو زیلارد هست. بله زیلارد انسان بزرگی بود، ضمن اون که با فرمی کار کردن و محقق شد که می شود در واقع اتم رو شکست و انرژی به دست آورد، بسیار مخالف این داستان بمب اتمی بود و وقتی هم بمب اتمی ساخته شد آقای زیلارد امضاهای بسیاری جمع آوری کرد که نکند که شما این رو استفاده کنید و یک نظریه داده بود که آقا اگر شما میخواهی قدرت نمایی بکنید از این دولت ژاپن بگید هیئتی بفرستد در یک بیابانی یک جایی این رو امتحان کنید، نشان بدهید که این نیروی مخرب اتم چه چیزی است اینا. اما گوش ندادند که سهل است، FBI افتاد دنبال، بسیار مزاحم این مرد شدن. ایشون با اینشتین کار میکرد در اروپا، یه یخچالی هم اختراع کرده بودند قبل از اینکه گاز فریان اختراع بشود، یخچالشون هم البته به ثبت رسید ولی استفاده نشد چون گاز فریان مشکل حل کرد. باری بعد هم این داستان اتم و اتم شناسی رو رها کرد، به بیولوژی روی آورد و بسیار موفق بود. زیلارد یکی از نام‌آوران علم در
عصر جدید هست و دوستش انریکو فرمی، بله آقای فرمی رو نشون، این آقای فرمی رو نگاه کنید، در فیزیک عمدتاً به دو رشته تبدیل میشه، یکی در واقع تئوری هست، یکی عملی. فرمی یک کسی بوده که در هر دو استاد تراز اول بود، استاد تراز اول آقای انریکو فرمی ایتالیایی در دانشگاه رام تحصیل میکرد، در همونجا کشف بزرگی کرد و آن این که میشود از بمباران، عرض میکنم که فلزها، فلز بالاتری یا در واقع منظورش اورانیوم بود، ترانس یورانیک element به دست آورد و زنش چون یهودی بود فرار کردن و اینا هم آمدن آمریکا. این سه چهار تن یعنی لیو زیلارد و انریکو فرمی و ادوارد تلر، اینا بسیار وحشت داشتن از اینکه نکند که آلمان ها بمب اتمی بسازند، که داستانش خیلی خیلی مفصل است و عرض می شود که آمدند و آقای اینشتین رو دیدند که او هم اینجا در نیوجرسی کار میکرد در مرکز آموزش عالی و نامه نوشتند به آقای روزولت که شهرش رو قبلا خدمت شما گفتم. عرض می شود که بعد از این که آلمان تسلیم شد و این ماجره های هیئتی معلوم کردن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که بروند و این دانشمندان رو بگیرن بیارن، دانشمندان اتمی رو مثل هایزنبرگ و اینا روی پروژه کار میکردن در هم مؤسسه قیصر ویلهلم، اما هیچ موقع فکر بمب‌سازی و اتم‌سازی این حرفا نبودن. هیتلر نه میفهمید این مسائل رو نه دوست داشت، چون در جنگ اول بمباران شیمیایی شده بود، از این نوع سلاح‌ها دوست نداشت اینها، و کارشون این بود که اینا یک موتور اتمی بسازند و روی زیردریایی. ولی متاسفانه یا خوشبختانه یکی از این دانشمندان اشتباه کرد و روی اون چه اصطلاحاً مادریتور میگوین، مادریتور برای کم کردن سرعت، عرض میکنم که نیوترون ها، زغال بود دیگه، زغال، بعد اشتباه کردن و گمراه شدن آلمانی ها، به جای نرسیدن، آب سنگین استفاده میکردن، تنها محل آب سنگین هم نروژ بود در اون روزگار، هنوز هم تولید میشه آب سنگین اونجا، بعدش هم ما بودیم در عراق آب سنگین تولید میکرد. یک گوشکوب خوب هنوز نمیتونیم بتراشیم آب سنگین. بله هر میشود که اونجا هم بمبارون کردن و این دانشمندان گرفتن آوردن در محل کمبریج انگلیس، ضبط صوت و اینا گذاشتن، اینا خیلی داستان شیرینی است، مکالمات این دانشمندان با هم بعد از اینکه فهمیدن در هیروشیما بمب افکندن. اینا رو من ترجمه کردم در اون کتاب از آتن تا هیروشیما که سال 2002 چاپ شد آوردم، و این اولین کتاب بود از به زبان پارسی در باب حادثه هیروشیما و تاریخ این داستان ها. بله اینا با هم صحبت میکنن و بعد فهمیدن نه اینا در اندیشه چیز نبودن و از همه دعوت کردن که ببرن در انگلیس بیان آمریکا، قبول نکردن. این فیزیکدان های تراز اول گفتن ما باید برگردیم و علم رو در آلمان دوباره زنده کنیم و بسازیم، برگشتن آلمان با خاک یکسان شده بود، اینها دوباره بازسازی کردن علم رو. هایزنبرگ بسیار زحمت کشید، دکتر هان و دیگران، و مؤسسات علمی با دوباره ساخته شد و علم راه خودش رو گرفت و 10 سال بعد آلمان کشور شماره 1 بود در طرح نیروگاه‌های اتمی، گرچه در آمریکا ساخته شد، و انریکو فرمی کسی بود که نشان داد که این فعل انفعال زنجیری اتفاق می‌افتد و میشود که از اون انرژی گرفت و بعد هم بمب اتمی ساخته شد و بعد نیروگاه های هسته‌ای ساخته شد، اولیش اگه خطا نکنم در اورگان، الان درست یادم نیست. باری اشاره کردیم به این داستان و عرض کنم که
دوستان زنگ میزنن که این تلفن 714-525-4616 جای دیگر تلفن آقای وصال نیست، این تلفنی است که من دادن. اینجا محل کار آقای وصال هست، اونجا نه کتاب فروشی است، ممکن آقای وصال هم اونجا نباشن. این محلی است که عرض می شود که منزلشان نیست، در این جای دیگری است. باری همونطور که عرض کردم ما 25 سپتامبر در 2575 مکی وی خواهیم بود در ایرواین کالیفرنیا. تلفن 949-551-9272 است و عرض کردم در باب تأثیر سخن فردوسی و کار او بر تاریخ ایران، تاریخ ادبیات ایران و کلن اهمیت شاهنامه در تاریخ این مملکت صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم از وقت ما چیز زیادی باقی نمانده است. از شما خداحافظی میکنم هموطنان گرامی، با سپاس از سپر و همه شما ناظرینان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زنده باد.